سلام میگم به همه دوستانم، علال خصوص اساتید محترم. یو اس تی به فرانک رو در تایم فریم دیلی میخوام تحلیل کنم. خوشحالم از اینکه در جمعتون هستم، وقت رو نمیکشم. اول اومدم ناحیه ها رو مشخص کردم در تایم فریم ویکلی، ناحیه ها رو مشخص کردم، بعد در تایم فریم دیلی اومدم دقیقا تنظیمشون کردم، ناحیه ها رو، ناحیه های مقاومتی و ناحیه حمایتی. سپس اومدم یه خط ترند لاین کشیدم از 11 سپتامبر 2018 تقریبا، یه خط ترند لاین کشیدم و یک نقطه تلاقی با عدد روند 1.4 تا 0 داشت و یک ناحیه هم اینجا تشکیل داده بود. دقیقا یک نقطه تلاقی این خط ترند لاین من ایجاد کرده. همونطور که مشاهده میکنین اومده فول بادی بریک آوت کرده، بعد یه پول بکی زده، اومده دقیقا نشسته روی ترند و روی ناحیه و الان داره یک ریزشی انجام میده نسبت به پایین. منتهای مراتب همونطور که مشاهده میکنید میجر بازار یک روند صعودی داره و بازار رو به بالا هست، اما من حدس میزنم، ممکنه که فقط این حدسه، گمانه، ممکنه که با توجه به این کفی که اینجا ساخته و این کف پایین تر از کف قبلی هست، روند صعودی ما در حال اتمام هست، یعنی برای یک روند نزولی رو داره شروع میکنه. من گام 3 هستم، منتهای مراتب یه آشنایی گفتم با الیوت دارم، اینکه من فرضم به این میگیرم ممکنه که اینجا یک موج اصلی داره انجام، موج 1 داره انجام میشه و این موج 1 اینجا تموم شده، الان موج 2 داره استراحت میکنه و الان آغاز موج 3 هست که میخواد بریزه پایین. و نکته دیگه که حالا از این نظر، از این نقطه نظر تحلیل کردم اینه که میخوام مووینگ ها رو هم ببینم و ببینم که در چه وضعیتی و سیگنال های دیگر رو هم بررسی بکنم. مووینگ 20 با آبی، مووینگ 50 با زرد، مووینگ 150 با صورتی و مووینگ 200 با قرمز هست. مووینگ آبی 20 اومده مووینگ 50 رو شکسته و مووینگ 150 هم حتی شکسته و در حال شکستن ناحیه مهمی هست که نقطه تلاقی خیلی زیادیه اینجا. من فکر می‌کنم خیلی ناحیه مهمی بعد اینجا باشه، چون اصلا یه جوری انگار خط مقدمه. و گذشته بازار هم نگاه میکنم میبینم که زمانی که مووینگ 20 اومده شکسته این ناحیه و این مووینگ های دیگر رو، بازار ریزش خیلی خوبی داشته. پس بنابراین نتیجه میگیرم اینم یک سیگنال خوبی هست مبنی بر اینکه بازار قصد ریزش داره. یه فیبوناچی میخوام بندازم، فیبوناچی دقیقا از جایی که موج اصلی شروع شده میخوام بندازم تا جایی که تموم شده این موج یکم. دقیقا میبینید که 38.2% تلاقی داره با اون ناحیه ما و با اون خط مقاومتی ما، دقیقا تلاقی داره و اینجا هستش که میبینیم که این کندل که تشکیل شده برخورد کرده با اون 38.2% و در حال ریزش است. اجازه بدید اسیلاتورها رو با هم دیگه بررسی کنیم. اول اسیلاتوری که میخوام تحلیل بکنم اسیلاتور مکدی هست، مکدی در 14.26.9. چیزی که الان کاملا مشخصه اینه که من میخوام الان اگر که حدس من درست باشه و ما داریم یه جورایی روند نزولیمون داره شروع میشه، برای این کف ها رو اگر مقایسه بکنیم، این کف رو با این کف اگر ما مقایسه بکنم میبینم این کف بیشتر از این کف قبلی ریخته و یه جورایی همگرایی داره و به نظر من نشون داره میده که بازار میخواد بریزه. در RSI 12 هستیم. RSI 12 هم چنانچه من بخوام که مقایسه رو انجام بدم، در RSI 12 همونطور که میبینیم چنانچه این قله رو با این قله من مقایسه بکنم میبینم که این قله پایین تر از این قله است و بازار داره روند ریزشی رو انجام میده. امیدوارم استاد نگه که الان داری توجیه میکنی سیگنال فروش بگیری. و اینجا هم در استوکاستیک 9.33 هستیم و همونطور که میبینیم که وارد منطقه اوور شده، وارد منطقه
هوور بای شده و یک جهت فلشی تشکیل داده رو به پایین، و اگر آبی بیاد خدچین رو بشکونه و بیاد پایین، به نظر من بدون میتونه یک سیگنال خوبی باشه مبنی بر اینکه بازار میخواد بریزه. و از طرفی هم همین که وارد منطقه اوور هم شده یک نوع مقاومت مهمی هست که ایجاد شده در مقابل این افزایش. پیوت لاین ها رو اگر اجازه بدید بررسی بکنیم. من تمپلیتش رو دارم. این پیوت لاین ماهانه هست و در پیوت ماهانه فیبوناچی اسوان دقیقا تلاقی داره با این ناحیه‌ای که الان وجود داره و یک ناحیه مقاومت مهمی هست. فیبوناچی اسوان در مسیرش S2 هست. اگر بخوایم خیلی محافظه کارانه پوزیشن بگیریم، فرض میتونیم بگیم چنانچه S2 رو شکون، قطعا میتونه به ریزش برسه و اگر بخواد محافظه کارانه این رو انجام بده. در پیوت هفتگی هم همونطور که داریم میبینیم آروان نقطه تلاقی هست با یک عدد روندی که وجود داره و نقطه دقیقا همونجا رقم گیر کرده و مانع از این شده که بیشتر بالاتر بره. باز هم میتونیم بگیم چنانچه این 99.559 رو بریک کرد میتونه یک سیگنال بسیار بسیار قوی باشه مبنی بر این که قرار قیمت بریزه پایین. در مرحله آخر چنانچه که ببینم که این کندل بسیار قوی هست و بازار در حال ریزش هست، پوزیشنی که میخوام جهت مدیریت ریسک بگیرم اینه که 50 پیپ بالاتر از اونجایی که قیمت هم وجود داره میخوام استاپ لاس بگیرم و از اونجایی که اعتقاد دارم قیمت ممکنه از ناحیه پرفشار دیگه ای موو بکنه، حقیقتاً میتونه 200 پیپ رو حمله بکنه بهش. منتها این مراتب من چنانچه فیبوناچی بزنم نسبت در این موج، پیش بینیم تک پرافیت هم این هستش که بیام روی این منفی 272 تک پرافیت بذارم و امیدوارم که تا اینجا بازار ریزش پیدا بکنه و تحلیلم درست در بیاد. امیدوارم که از این تحلیلی که کردم نقاط قوت و ضعفم رو بهم بگین. دیدم که نمیاد سر جاش. نقاط قوت و ضعفم رو بهم بگین و خیلی خوشحال شدم از اینکه این افتخار داشتم در جمعتون حضور داشتم. یک دنیا سپاس، متشکرم.